سلام، موضع داریم از سعید محمد، اونم چه موضعی؟ سردار دکتر سعید محمد گفته اگه من رئیس جمهور بشم غنی‌سازی رو به 93% میرسونم، اونم برای مصارف صلح آمیز. اصلا این موضع خوبه یا بد؟ اول بریم صحبت های ایشون در این خصوص رو بشنویم، بعد بریم جواب این سوال رو بدیم. خب گوش کنیم. و امروز هم که رفتیم رو غنی‌سازی 60%، انشالله اگر ما خدمتون بودیم، خب میدونید ما نیازمندی های صلح‌آمیز هسته‌ایمون خیلی بالاتر از ایناست. چرا نباید برای راکتورهای تحقیقاتیمون اورانیوم غنی شده داشته باشیم؟ چرا نباید برای پیشران‌های زیردریاییمون، کشتی‌های اقیانوس پیمامون، چرا نباید ما اورانیوم غنی شده داشته باشیم؟ چرا کشتی‌های ما اقیانوس پیمام میرن در دنیا بهشون سوخت نمیدن، مجبور میشن ماه‌ها بمونن تو بنادر دموراژ بدن و کلی خسارت بخورن؟ ما نیاز به اورانیوم 93% داریم. ببینید، سعید محمد حرفای قلمبه سلمبه رو خیلی خوب ساده سازی میکنه. یعنی تو این استاده. اصولا یه مدیر باید طرز صحبت با تمامی اقشار جامعه رو بلد باشه، چیزی که ما تو کمتر دولتی اونو دیدیم. سعید محمد میگه ما غنی‌سازی 93% میخواییم. حالا چرا میخواییم؟ ایشون 4 حوزه رو مشخص میکنه. 1. حوزه علمی، چون سعید محمد گفت راکتورهای تحقیقاتی. آقا جان، هنری کیسینجر آمریکایی تو کتاب نظم جهانی میگه قدرت‌های نوظهور آینده به علم و تکنولوژی مجهزن. اگه بخوای قدرت داشته باشی باید علمت رشد کنه. ببینید، تو این 40 خورده ای سال که اصلا رشد علمی ایران خارق‌العاده بوده، اینو هیچکی نمیتونه رد کنه. تو سایت سایمگو زده دیگه ایران در رتبه 21 علمی جهان قرار داره، از خیلی از کشورهای شاخ اروپایی جلوتره. الان سعید محمد میگه آقا جان من به این رتبه قانع نیستم. میگه راکتور تحقیقاتیمون باید اورانیوم 93% بهش برسه که از نظر تحقیقاتی و علمی بیشتر رشد کنیم. آقا جان، سعید محمده که امیر کبیر زمانه، نه آقای ظریف که این علم رو داد رفت. ای زورم میگیره بهش میگفتن امیر کبیر. امیر کبیر مثل عباس میرزا یه ملیگرا بود. امیر کبیر خارجی پسند نبود که، و همچنین ضعف علم در دوره قاجار رو با چش دیده بود. ضعف علم رو دیده بود که دارالفنون رو تأسیس کردیه. الان نگاه سعید محمد به امیر کبیر نزدیکتره، حداقل تو حوزه علمی. پس امیر کبیر واقعی سعید محمده، چون میگه تو حوزه علمی پیشرفت کنید که ابرقدرتی ایران تسریع بشه. خدای نگاه رو ببین. پس یک شد حوزه علمی، یعنی اورانیوم 93% میخوایم که علممون بیشتر پیشرفت کنه. بریم سراغ حوزه دیگه. سعید محمد گفت چرا نباید برای پیشران‌های زیردریاییامون اورانیوم داشته باشیم. خب دومین حوزه میشه حوزه نظامی. ببینید، منظور من بمب اتم نیستا. تانک مرکاوا سمبل نظامی اسرائیل دیگه. اسرائیلی‌ها میگن اصلا مرکاوا زدنی نیست. تو جنگ 33 روزه ما دیدیم که مرکاوا زدنیه یا نه. خب ببینید، دور تانک مرکاوا لایه‌ای از اورانیوم کشیده شده. RPG یا سلاحی که بخواد این تانک رو منهدم کنه باید سرجنگیش اورانیوم داشته باشه که بتونه نفوذ کنه به این تانک. اینجا اورانیوم و غنی‌سازی اهمیت پیدا میکنه تو حوزه نظامی. آقا مخالفی؟ پس چرا اسرائیل برای تانکش از اورانیوم استفاده کرده؟ سعید محمد میگه برای پیشران‌های زیردریاییمون ما اورانیوم 93% می‌خوایم. الان ناوهای هواپیمابر کلاس نیمیتس آمریکا تو خلیج فارس با سوخت هسته‌ای دارن کار میکنن. این ناوهای هواپیمابر 6 ماه بدون سوختگیری تو خلیج فارس چرخ میزنن. این یعنی چی؟ یعنی مؤلفه قدرت دیگه. زیردریایی که با سوخت هسته‌ای شروع به فعالیت کنه، این زیردریایی میتونه 30 سال به طور مداوم کار کنه. سعید محمد میگه ما اورانیوم 93% رو میخواییم که زیردریاییامون برن بیخ گوش آمریکا تو اقیانوس اطلس، نه 1 ماه 2 ماه اونجا بمونن، چند سال اونجا پاتوق کنن. فکر رو نگاه کنید، این فکر تمدنی نیست. پس چیه؟ خاک بر سر مخالفا که فکر میکنن انرژی هسته‌ای یعنی بمب اتم. خب بریم سراغ حوزه سوم که میشه حوزه اقتصادی. سعید محمد گفت به کشتی های اقیانوس پیمای ما سوخت نمیدن،
کشتی های ایرانی میرن برزیل که ذرت بیارن، برزیل بهش سوخت نمیده، مجبور میشن اونجا معطل بشن، بعد معطلم شدن مجبورن پول بدن چون یه جایی از اسکله رو گرفتن دیگه. صادرات واردات عملا مختل میشه. کشتی های ایرانی اگر به سوخت هسته‌ای مجهز بشن، گور پدرشون، آمریکا تحریم کنه سوخت نده. پس با انرژی هسته‌ای میشه تحریم هم دور زد. ادامه صحبتشون رو گوش بدیم. یعنی اصلا بحث اورانیوم رو باید وقتی دنیا داره و آمریکا داره اینگونه برخورد میکنه با تعهدات بین المللیش، ما هم نباید رعایت بکنیم. ما باید بریم به سمت غنی‌سازی 93% برای مصارف صلح‌آمیز و اون موقع شما ببینید که هم ما اگر داخل قوی بشویم و بعد در موضوع هسته‌ای هم قوی بشویم، نه اینکه بریم بتون پر کنیم در داخل راکتورهامون، قوی بشویم، اون موقع شما ببینید به چه صورت اینها سینه‌خیز میان اینجا و دنبال این هستن با ما تعاون. خب حوزه 4، حوزه سیاست خارجی میگه اگه از داخل قوی بشیم و 93% تولید کنیم، غربی سینه‌خیز میاد برای مذاکره. آقا جان سعید محمد سیاست نمیفهمه نه؟ حرفش غیر منطقیه. میگه ضعف‌های داخلیت رو بپوشون، یعنی اقتصادت رو قوی کن، قوت خارجیت رو هم تقویت کن، یعنی 60% کم آقا جان ببر بالای 90 که اونا بیان سینه‌خیز باهات مذاکره کنن. ما قبل از برجام چند کیلو اورانیوم داشتیم؟ 100 کیلو، 500 کیلو، 1 تن. ما نزدیک 12 تن اورانیوم غنی شده داشتیم. این یعنی چی؟ یعنی ما قوی بودیم. ما قوی بودیم که غربیه سینه‌خیز اومد برای مذاکره. الان ببینید غربیه سینه‌خیز نرفت وین، که تیم دیپلماسی ما سینه‌خیز رفت وین. غربیه نه تنها سینه‌خیز نیومده، بلکه میگه آقا میخوای تحریم‌ها رو برداریم، موشکی و منطقه‌ایت هم بیار روی میز. غرب اومده تحریم‌ها رو به 3 بخش تقسیم کرده. 1. تحریم‌های قابل رفع. یعنی آمریکا مثلا میاد یه امتیاز کشتیرانی بهت میده، مثلا بیمه‌های کشتیات اوکی می‌کنه، ولی در عوض نمیذاره پول صادراتت رو وارد کنی. 2. تحریم‌های غیر قابل رفع. مثلا تحریم‌های تروریست و حقوق بشر و غیره. 3. تحریم‌های مبهم و قابل مذاکره، یعنی منطقه‌ای و موشکی. می‌بینید به تحریم‌ها لیبل زده پدر سوخته. اگه وابدیم باز لیبل اضافه می‌کنه، از رو نمیره. حالا چرا تیم مذاکره کننده اونجاست؟ نمی‌دونیم. آقا جان آمریکا تحریم‌ها رو بر نمی‌داره چون اهرام فشارشه. کدوم عقل سلیمی میگه که اهرام فشارتو بردار؟ احتمال اینکه ایران و غرب به یه توافقی برسن خیلی بالاست. نه توافقی که بیا تحریم ها رو لغو کنه، نه توافقی که اصلاحات برای بازی انتخاباتی بهش نیاز داره، هرچند یک توافق خیلی بی محتوا. همونجور که گفتم احتمال توافق خیلی بالاست. چرا؟ چون سفیر اسرائیل در آمریکا گفته تو هفته‌ای بعد توافق حتمیه. داره توافقی شکل میگیره که مقامات آمریکایی اسرائیلی دم به دقیقه دارن همون میبینن دیگه. آخ کجای آقای ظریف؟ اصلا برجام ضد منافع اسرائیل. آره ضد منافع اسرائیل، ولی داره میگه حتمی توافق میشه. هر توافقی، هر خیانتی میخواد اتفاق بیفته. تنها 3 ماه دیگه تمام این پرونده ها بسته میشه. اصلا نگران نباشید. خب دوستان امیدوارم که لذت برده باشید. تا برنامه بعد فعلا.